خصوصا میکنن که میگه ما در زندگی خود خیلی مشکلات دارم، قرضدار هستم، دعای من قبول نمیشه، اقتصادم ضعیف است، مشکلات خانوادگی هست. میگه نمازت؟ میگه در هفته 3-4 نماز من قضا میشه. وقتی که تو در هفته 3-4 نمازت قضا میشه و میگه یا حتی میگه که من اصلا نماز صبح خوانده نمیتونم، پس موفقیت از کجا بیه؟ موفقیت از کجا آغاز شود؟ نماز که درست نشد هیچ عبادت انسان درست نمیشه، نمیتونی موفق شده به عبادت. خیلی از اوقات عامل توفیق یک انسان به واجبات و نوافل مستحبات یا سایر عبادات همی کلیدش نماز فرض هست، ولی خیلی آسان از ما میگذره. گاه اوقات در نماز استاد میباشیم، تکبیر اولا، در وقت تکبیر اولا ما گاه اوقات صحبت میکنیم با هم دیگه، یا هیچ برای ما مهم معلوم نمیشه، من میرم امام را در یک جای لاعقل گیر میکنم، من میرم در نزد امام در بخش نماز شریک میشم، این کار خوب نیست. یکی از مهمترین وسایل تزکیه پابند بودن به 5 وقت نماز است. نماز اگر درست شد تمام عبادت درست میشه، زیربنای همه عبادت ها و یگانت عبادتی که دیگه عبادت ها در درونش هم داخل هست، مانند ذکر، مانند مناجات با پروردگار، مانند دعا، در داخل نماز وجود داره. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه آیا اگر کسی 5 وقت نماز خود را، پیش از اینکه حدیث را بیان کنم، ابتدای حدیث به این قسم آمده، میگه آیا اگر کسی در پیشروی خانهش یک جویی باشه و 5 دفعه در روز در داخل آب غسل میکنه، آیا هل یبقا علی بدنه؟ لفظ مفهوم حدیث به قسم است که آیا در بدنش کدام درن یا کدام چرکی باقی میمانه؟ صحابه گفتن نه یا رسول الله. گفت نمازای 5 گانه به می قسم هست. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اینو باید یادآوری بکنم در ضمن از اینکه ما نماز رو میخوانیم، در نماز خواندن ما گاه اوقات هیچ توجه، هیچ خشوع و خضوع و فروتنی نمیباشه. ما گاه اوقات همین روز شما نمازایتون رو مرور بکنین، نماز صبح را خواندیم، ظهر خوانده شد، نماز عصر هم خواندیم، یک دفعه خدا به یاد ما آمد، آیا یک دفعه به ترجمه ایاک نعبد و ایاک نستعین ما فکر کردیم؟ ما چگونه در مقابل پروردگار که استاد بشیم، چگونه ما در مقابل پروردگار حرف میزنیم، چگونه با پروردگار خود مناجات میکنیم؟ هیچ چمو کلمات ما، خواندن ما معلوم نمیباشه که ما چی میخوانیم. از ابتدای نماز تا به انتهای نماز اگر انسان دقیق به نماز خود متوجه باشه، خیلی یک عبادت خالصانه و خیلی یک عبادت خاشعانه و خیلی یک عبادت بلند هست. در ابتدایش میگه الله اکبر، چی میخوانیم؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. این کلمات را که انسان دقیق متوجه باشه خیلی کلمات بزرگ هست. خود را به پیشگاه پروردگار خم میکنیم، میگم سبحان ربی العظیم، یعنی خود را ببخشید من امروز کم مریض هستم، یعنی خود را به پیشگاه پروردگار کوچک میسازیم، میگم سبحان ربی العظیم، پاکی از پروردگار بزرگ من، یعنی من کوچک هستم، نهایت تذلل، نهایت خشوع، نهایت فروتنی و نهایت بندگی در نماز هست. بعد از اینکه خود را خوبتر پایین میکنیم و میریم پیشانی خود را به خاک میاندازیم و میمالیم پیشانی خود را، باز خود را خوب پایین میکنیم، خود را پایین رتبه میگیریم، باز میگیم سبحان ربی الاعلا، پاکی از پروردگار مرا، او پروردگار که اعلا هست، من پایین هستم. پس یکی از مهمترین وسایل تزکیه همان پابند بودن بر نمازهای فرض است، که نمازهای فرض خود پابند باشه، هیچگاه پریشانی ما دور نخواهد شد، مشکل ما رفع نخواهد شد، در دیگر عبادات توفیق نخواهد یافتیم تا زمانی که نمازهای فرض درست نباشه. الحمدلله من گاهی اوقات بعضی دوستان رو میدم خیلی خوب نماز میخونه، اما از بعضی دوستان نمازشون نماز نیست که سرش حساب شود. البته او که خدا چی معاملت رو مسئله جداگانه هست، شاید او خاشعانه تر، شاید مقبول تر نزد خدا باشه، شاید او به یک نیت خیلی درست بخونه، اما ظاهر نماز کیفیتش خیلی پایین هست. ما وقتی در پیشگاه یک رئیس حاضر میشیم، یک رئیس بنا یک انسانی، یک مخلوقی در پیشگاهش حاضر میشیم، لباسا باید خیلی منظم باشه، باید بوتها منظم باشه، حتی یک فرد را پیدا میکنیم که از دید فصاحت و بلاغت و از دید سخنوری خیلی فعال باشه، میگیم تو صحبت کو، چرا که در مقابل یک کس گپ میزنی، تو در مقابل یک مخلوق بزرگ نسبت به دیگر مردم تو صحبت میکنی، ما در مقابل پروردگار چه صحبت میکنیم، چه قسم استاد میشیم، ادب ما در مقابل پروردگار ما چه قسم است؟ این نماز که ما از ابتدایش میخوانیم که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، نهایت کلمات زیبا به کار برده شده، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اگر انسان به نماز خود پابند باشه، این میشه که در دیگر عبادت پابندتر شه، با استقامتتر شه، نماز خود را آهسته بخونه. ان شاء الله یک برنامه فرصت شود در مورد اسباب خشوع در نماز صحبت. هیچ در نماز خشوع نیست، هیچ در نماز یک دفعه خدا به یاد ما نمیه، یک دفعه که از ابتدای نماز تا اخیر نماز تا که میگم السلام علیکم و رحمت الله، یک دفعه خدا به یاد ما بیه، اما نمیشه.
امو هست که عبادت ها نتیجه نداره، امو هست که نماز ها نتیجه نداره. از دیروز تا به این حال یک دو ویدیو در مورد دعا نشر شده. بعضی کسا میگه دعا کلش گپای مفت است، هیچ تاثیر نداره. در وقت دعا کردن که نیم ساعت دعا کردی یا 20 دقیقه دعا کردی، یک دفعه خدا با یادت اومد، میگه نه. خیلی کدام دعا پذیرفته شوه؟ تو از کی میخواهی؟ حالا که من برای شما صحبت بکنم، از تو چیز بخواهم و رویم طرف دیگه، طرف دیوار باشه، از جناب حیات الله یک چیز رو میخوام روم طرف دیگه باشه، نمیگه که تو مرا مسخره میکنی؟ تو خیلی از من میخواهی، خب باید متوجه ما باشه، توجه طرف ما باشه، از من بعد از او بخواه. من طرف یزی متوجه نیستم، از این چیزها رو میخواهم. یا درون انسان پلید هست، حرام در درون انسان جا گرفته، نه از عبادت خود لذت میبره، نه از دعای خود لذت میبره، نه از نماز لذت میبره. یکی از عذابه که خداوند بالای انسان میاره که ظاهرا وجود فیزیکی نداره و می است که انسان از عبادت لذت نمیبره، و اون یکش نماز هست. یک محدث بزرگ به نام بشر بن حسن نام داره، این مردم به این لقب ملقب کرده، امی قسم نامش هست، لقبش هست، الصفیو، یعنی صادشون مشدد، فایشون مشدد، بی نهایت تسکیه، بی نهایت پاک. چرا به این لقب ملقب کردن؟ میگه 50 سال در مسجد بصره، 50 سال در مسجد بصره در صف اول نماز خوانده. سعید ابن مسیب میگه، یا ازش نقل میکنن، میگه در جماعت پشت مردم را ندیده، در نماز جماعت پشت مردم را ندیده. چرا؟ همیشه در صف اول بوده، همیشه در صف اول بوده، یعنی جایگاه نماز نزد اونها به این اندازه مهم بوده. سلیمان بن حمزه میگه در تمام عمر خود ما دو نماز را بدون جماعت خواندیم، یعنی به تنهایی خواندیم. طور فکر میکنم که دو نماز رو هیچ نخوانده باشم. شما این رو تجربه کنید، کسایی که عادت به نماز جماعت دارن، واقعا نمازی که بدون جماعت خوانده میشه گویا نخوندش، تو لذتی نمیبرداری ازش. یا نمازی که دو رکعتش ازت میگذره یا تکبیر اولایش ازت میگذره، او کسایی رو میگم که پابند است، او کسایی که ارزشمند برش نیست، او دیگه مسئله جداگانه است. او کسایی که پابند است، نماز طور میشه که خودت ازش راضی نمیباشی، گویا فقط خود را از نماز خلاص کردم، یک عادتی بود بجا شد. ولی عبادت خیلی مهم است، این نماز خیلی مهم است. یک ستون دین گفته از صلات و عماد و دین عادی گپ نیست. دین یک انسان، ایمان یک انسان، اسلام یک انسان، تمام دیانت یک انسان استوار بر نماز است. اگر نماز درست شد همه عبادت ها درست میشه، اگر نماز خراب شد همه عبادت ها به سقوط مواجه میشه. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعضی کسا میگه راه خلاصی یا خلاص شدن از شهوت چی است؟ نماز خود درست بخونه، که شهوت در کنترل ما باشه، نماز درست شوه. با والله قسم که نماز اگر درست شد خودش به کنترل میه. انسان حتی نمیتونه که چشمش بدون کنترل خودش باشه. شما دم داستان یکی از پیامبرا شنیدین که در مورد قوم خود میگه، یا از قومش میگن اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، اینها نماز را ضایع کردن، امی هست که پشت شهوات رو گرفتن. گاهی اوقات که ما نمیتونیم که خود را در مورد یک شهوتی، در مورد یک کار حرامی کنترل بکنیم، امی هست که نماز درست نیست. نماز خیلی مهم است. امو هست که میگه مسلککم فی سقر، بهشتی ها از جهنمی ها پرسان میکنه که چی چیز شده شما خود با ما بودین، شما خود با ما گشت و گذار داشتین، مثلا که کن فی سقر، شما رو چی شد به جهنم افتادین؟ قالو لم نکو من المصلیم، ما از جمله نمازگزاران بودیم، ما از جمله او کسایی نبودیم که نماز بخوانیم. از همین روز با خود تصمیم بگیریم که بین نماز رو خاشعانه بخوانیم، نماز رو متواضعانه بخوانیم، نمازی که مقبول شوه. شما در نماز ها دادین، بعضی ملا امام ها دعا میکنن در اخیر، انشالله که دعا مسنون باشه، ما تا بال ندیدیم دعا سندش، میگه ولا تضرب بها وجوهنا یا رب العالمین، ای پروردگارا این نماز را پس بروی من نزن. گاه اوقات شاید عبادت طوری باشه که کاش امو عبادت نمیشد، کاش امی عبادت در پیشگاه پروردگار ایتو نمیشد. شما وقت نماز، یا ما و شما در نماز استاد میشیم، در نماز که استاد شده، ان لم تكن ترى فانه يراك، اگر تو خدا را نمیبینی خدا تو را میبینه. طوری نماز بخون گویا الله مجسمن، اگر شی بر الله جسم ثابت نمیکنیم، موتو کما یلیق بشانه، با فکر طور تصور داشته باش گویا خدا تو پیشید استاد هست. به مو قسم نماز هیچ گاه جرأت نمیکنی نماز رو تستر بخونی. الله پیشید پدرت که چرا بالاتر با صدای بلند صحبت کردن نمیتونی، غیر مؤدبانه گپ زدن نمیتونی، چون پدرت نشستگی است. تو که هم در پیشگاه پروردگار استاد میشی، پروردگار مرا میبینه، کدام کلمات را با چی زیبایی، با چی یعنی کیفیتی باید کلمات را تو استفاده بکنی. از کمال بندگی یک انسان امی میشه که نمازش باید درست باشه. خیلی زود انسان را تسکیه میکنه،
خیلی انسان موفق می باشه. حالا دیگر مورد فواید نماز خیلی صحبت نمی کنم. یک روز باز یک برنامه جداگانه در مورد مدیریت نماز و چگونه اسباب یا چگونه ادا کردن خاشعانه نماز ان شاء الله صحبت می کنم. پس یکی از وسایل تزکیه که چهارمی وسیله هست، چون سه گذشته اش را تشریح کردیم، پابند بودن به فرایض هست. اولویت بندی کنیم تمام عبادات خود را. خیلی پابند به نوافل اگر باشیم با فرایض نباشیم خیلی مفید نیست، خیلی مفید نیست. پنجم وسیله تزکیه که امروز دومش هست ولی از روز گذشته اگه حساب بکنیم، پنجم وسیله تزکیه اطاعت و بندگی و عمل صالح هست. میگه من چه قسم پاک شوم؟ اطاعت و بندگی خدا رو بکنیم پاک میشه. الله مسیر را نشان داده که این مسیر مسیر خیر هست، این مسیر مسیر خوبی هست. مسیر اطاعت و مسیر بندگی و مسیر عمل صالح در پای خود آرامش و اطمینان داره، در پای خود خوشحالی داره، مسرت داره. بندگی اگر کردیم درست بندگی خدا را، این باز اطاعت و بندگی و عمل صالح شامل همه فرایض نوافل میشه، ما تزکیه میشیم. چون این از اسباب تزکیه است. الله متعال تو وسایل تزکیه را نشان داده که این توسط این چیز تو پاک میشه. شما آیت در مورد کسی که در خانه کسی داخل میشه باید دق الباب بکنه دروازه‌اش را. یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ادامه آیه در یک جای میفرمایه و ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. اگر برای شما از پشت دروازه که شما دق الباب کرده این گفته شده براتون که برگردین، فرجعوا. چرا؟ هو ازکا لكم. این برای شما تزکیه کننده هست، شما رو پاک میسازه. این عمل صالح و بندگی به اندازه از اسباب تزکیه هست که اگر یک کسی دروازه‌اش را دق الباب کرده و تو به این عمل کرده که برات گفت برگرد که من مصروف هستم، از اینجا برگشتی، این باعث تزکیه تو میشه. این یک کار خیلی عادی است. بعضی از اصحاب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم این سنت را به جا میکردن. پشت دروازه کس میرفتن، اگر باز نمیکردن یک دفعه دروازه را دق الباب میکردن، پس میرفتن که به می سنت پیامبر عمل صورت بگیره، باعث تزکیه انسان میشه. ابن قیم رحمه الله میگه بندگی انسان را به عزت میرسانه، انسان را به نیکنامی میرسانه. بندگی به عزت میرسانه و نافرمانی انسان را به حقیرترین جایگاه ها قرار میده. عزت انسان، نیکنامی انسان به اندازه بندگی انسان هست که به چی از اندازه بندگی میکنه. یکی اون نام دیگه که در مسیر معصیت میشه اون را نام نمیگم، او رو بعضی کسای معصیتکار از انسانهای عاصیر که نامش بلند است و مسئله جداگانه است و مربوط خودشان میشه. اما خیلی اوقات یک انسان میشه توسط بندگی و اطاعت خود یا توسط عمل صالح خود به پیشگاه پروردگار نامی میافه که او انسان از روی زمین کرد در آسمان ها خیلی مشهور میباشه. در مورد ابوذر است ان شاء الله، عمر بن خطاب هست که پیامبر به اصحاب میگفت که در مورد این صحابی چیزی نگوین به خاطر که ای از زمین کرد در آسمان های مردم زیادتر میشناسه. یعنی بعضی کسا ما ظاهرا از دید ظاهر شاید انسان هایی باشن که لباس های خیلی پیوان زده و لباس های خیلی کهنه پوشیده باشن، اما انسان ها کسایی هستند که از روی زمین کرده آسمان ها مردم رو خیلی زیادتر میشناسند. و این اطاعت و بندگی و عمل صالح شرایطی هم داره. اولین شرط اعمال صالح و اساسی ترینش اخلاص هست و این شرط اساسی پذیرش اعمال هست. گاهی اوقات خود را زحمت میدیم. مالک بن دینار میگه، بارها در سخنرانی های دوری کردیم، او میگه که عبادت اگر به خاطر خدا نباشه، کارت به خاطر خدا نباشه، خود را خسته میکنه. زحمت میکشیم، بندگی میکنیم، اطاعت میکنیم، عمل صالح انجام میدیم، به نوافل پابند هستیم، به فرایض پابند هستیم، اگر به خاطر خدا نمیکنیم خود را خسته نکنیم. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. کسی که میخواه ملاقات پروردگار را، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده. چی قسم عمل صالح مورد پذیرش پروردگار قرار میگیره؟ و تو به ملاقات پروردگار نائل میآیی، ولا یشرک بعبادة ربه احدا، به عبادت پروردگار کس شریک نسازیم. این انسان های محتاج، انسان های نیازمند ضرور نیست که در عبادت ما شریک باشه و ما عبادت ما، استغفر الله ما، تسبیح ما، تهلیل ما، تهجد ما، نماز ما، دعوت ما، زکات ما، صدقات ما، خیراتم به این انسان های ضعیف که خودش نیازمند هست، خودش ضعیف هست، چی ضرورت است که خود را خسته کنیم به خاطر مردم که مرا مردم خوب بگویه، مرا مردم توصیف بکنه، من در بین مردم جایگاه و منزلت پیدا بکنم، یک پایگاه در بین مردم داشته باشم، یک نفوذ و نفوذ در بین مردم داشته باشم، یک شخصیت اجتماعی در بین مردم توسط عبادات خود از آدرس دین کارا را نکنه. شرط پذیرش اعمال اخلاص است. اخلاص کارها را نمو میبخشه.
میشه که از اندکترین کارت، از اندکترین زحمت یک چیز خیلی بزرگی حاصل میشه. ولی گاهی اوقات میشه که عبادت خیلی زیاد میباشه، کارها خیلی از روی ظاهر زیاد میشه، اما کیفیتش خیلی پایین هست. در روز قیامت از کیفیت سوال میشه، نه از کمیت. لیبلوکم ایکم احسن عملا، نمیگه که کدامتون زیادتر عمل انجام دادن، احسن کدام بوده، خوبتر کدام بوده، اون نزد الله متعال پذیرش داره. روز قیامت در صحرای محشر از این پرسان نمیشه که چند رکعت نماز خواندی، 2000 10000 20000 از این پرسان نمیشه. دو رکعت نمازت از روی کمیت خود دو رکعت خیلی کم، از روی کیفیت شاید خیلی بلند بوده باشه. یعنی اخلاص را مد نظر داشتن شرط پذیرش اعمال است. در غیر صورت در یک عملی که اخلاص نباشه خود خسته نکن، در یک عملی که فقط رضایت مردم رو ما مد نظر داشته باشیم، اصلا متوجه خدا نباشیم خود خسته نکن، هیچ فایده نداره که ما رو مردم سب سب بگویه، یک دو نام یا برای پیشوند ما، برای نام ما پیشوند و پسوند بدن، یا ما رو احترام بکنه، یک جای نام ما رو یاد بکنه، هیچ چیزا به درد نمیخوره، هیچ درد رو دوا نمیکنه، حتی مسئولیت بیشتر داره. دوم شرطی که در اطاعت و بندگی وجود داشته باشه این هست که احساس و لطف و منت الهی، بی نهایت زیر بار منت الهی قرار داریم، بی نهایت. همین لحظه‌ای که نشستگی هستیم یک احسان از جانب پروردگار بوده، یک منت و لطف از جانب پروردگار بوده. عبادت ها در مقابل منت پروردگار خیلی کم است. عبادت های ناچیز، عبادت های ناقص. اما اگر یک لحظه انسان در نعمت هایی که الله متعال به این نصیب کرده فکر بکنه، والله قسم نشمارش کرده میتونه از گدود میشه. و ما بكم من نعمت فمن الله، هیچ نعمت نیست مگر از جانب الله متعال هست. و بزرگترین نعمت، نعمت هدایت و ایمان هست. از الله نخواسته بودیم، نه ایمان خواسته بودیم، نه هدایت خواسته بودیم، نه حفظ قرآن خواسته بودیم، نه دعوت خواسته بودیم، نه رفقای صمیمی خواسته بودیم، نه پدر و مادر نیکو خواسته بودیم، نه در یک سرزمین اسلامی تولد شدن را خواسته بودیم، نه در مسیر دعوت گام برداشتن را خواسته بودیم، هیچ چیز از الله نخواسته بودیم. چی باعث شد که الله متعال تو را در این مسیر انتخاب کرد؟ چی باعث شد که یک انسان را نمیخواد که یک سجده به پیشگاه پروردگار بکنه، یک سجده، اما یک تو را به این مصروف کرده که مردم را به سجده کردن وادار بکنه، وادار جبر نه، مردم به سجده کردن تشویق بکنه، ترغیبشان بکنه. چی باعث شد؟ کدام عمل تو باعث ازی شده که مورد لطف پروردگار قرار بگیری؟ الله متعال بهترین کارها را برای تو انجام بده. آن پادشاه یک کسی کارهای مهم خود بالایش انجام میده که نزدش مقبول باشه، نزدش مهم باشه، اما او کسی که نزد خدا مقبول نباشه میبینه که هرچی زحمت میکشه توانایی ازیره نداره که یک سجده به پیشگاه خدای الله متعال بکنه. و ما نمیتونیم شکر پروردگار رو به جای بریم. موسی علیه السلام یک روز به پروردگار مناجات میکرد، میگه پروردگار مگر نماز خواندم توفیق تو بوده، اگر صدقه دادم توفیق تو بوده، ای رسالتی که ما تا یک حد سرش کار کردیم، پیامبری خود را تا یک حد سرش کار کردیم، پیام تو را به امت رساندیم، این توفیق تو بوده، ما چگونه شکر ازیر به جا بیارم؟ چگونه؟ گفت حالا شکرش به جای آورده، حالا شکرش به جای آورده. داوود علیه السلام هم با پروردگار میتونه یک مناجات داشت، یک قدر فضل و مرحمتت و عبادت و سلیمان هست، انشاءالله پسرش سلیمان هست علیه السلام، او هم پیامبری، هم پیامبر، خانواده پیامبر، و خودشان از جمله پیامبرایی که خیلی عبادت کنده و در ضمنش پادشاهی دنیا نصیبشان، چیگونه من شکر تو رو به جا بیارم؟ الله میگه حالا شکر من رو به جا آورده. هیچگاه به عبادت خود مغرور نشویم، بد کار خود مغرور نشویم، بد بندگی و اطاعت و عمل صالح خود مغرور نشویم. ای که خدا میپذیره یا نمیپذیره مسئله جداگانه است.